روز 16 زندگی شکرگزارانه. به روز 16 خوش آمدید. تجربه شکرگزاری یکی از مؤثرترین راه‌های ارتباط با روح است. وقتی شکرگزار هستید، نفس شما از میان می رود و به شما اجازه می دهد از عشق، همدلی و درک بیشتر لذت ببرید. فراوانی واقعی یکی از قدرتمندترین راه‌ها برای دعوت خوبی‌های بیشتر به زندگی‌مان است. مثل این است که شما بگویید لطفاً از این بیشتر به من بده. شکرگزاری یک عمل مستقل از هر شرایط، موقعیت، شخص یا تجربه است. وقتی شما با این لذت درونی ارتباط برقرار می کنید، بدون دلیل احساس خوشبختی می کنید. فقط برای اینکه زنده هستید یا به ستاره ها خیره شوید. قدردانی از خود معجزه حیات برای شما شادی به ارمغان می آورد. برای داشتن احساس شکرگزاری، تمام هدیه های ارزشمندی را که در زندگی از آنها لذت می برید در نظر بگیرید. مثل نعمت پرورش یافتن، رابطه های عاشقانه و ارتباطی که با سایر موجودات دارید، معجزه بدنتان، ذهن شکوفا و نعمت های مادی. از زندگی خود در همین لحظه شکرگزاری کنید و هر گونه تفکر کمبود یا محدودیت را کنار بگذارید و به خود هر چیز مثبتی را که در اطرافتان قرار دارد یادآوری کنید. شما متوجه می شوید هر چیزی را که تجربه می کنید یک هدیه است. همانطوری که به سمت جایگاه شکرگزاری می روید، به گرما، عشق، دلسوزی و احساس ارتباط که به قلب شما وارد می شود دقت کنید. آرامش را پیدا کنید و بدانید که یک طرح الهی شما را به سمت تغییر و تحولاتتان پیش می برد. در هر موقعیتی بذرهای خوبی را پیدا کنید. هر لحظه از زندگی را به عنوان یک فرصت برای پیشرفت در حضور عاشقانه و شکرگزارانه بپذیرید. به چیزهای زیادی که در زندگی شما هستن و شما قدردان آن هستید دقت کنید. هدایای زیاد در زندگی خود را در نظر بگیرید و با بیان شکرگزاری راه را برای فراوانی بیشتر که به زندگیتان جاری می شود هموار کنید. با شاکر بودن برای تمام چیزهایی که در زندگی دارید و متعهد بودن به اینکه در زندگی قدردان باشید، حتما فراوانی به زندگی شما جریان پیدا می کند. این قدرت جذب شکرگزاری است. حالا که برای مدیتیشن آماده می شوید، توجه خود را به قلبتان بدهید و فکر اصلی امروز را در نظر بگیرید. امروز من به خودم یادآوری می کنم که شکرگزار باشم. امروز من به خودم یادآوری می کنم که شکرگزار باشم.
امروز من به خودم یادآوری می کنم که شکرگزار باشم. بیایید مراقبه خود را برای ارتباط با منبع که از طریق آن همه فراوانی ها جریان پیدا می کند را آغاز کنیم. یک مکان راحت پیدا کنید. دست‌های خود را به آرامی روی رانتان قرار دهید. کف دستتان را بالا نگه دارید و چشمانتان را ببندید. در این لحظه به محل سکوت درونی، به جایگاهی که ما ارتباط با خود برترمان را تجربه می کنیم بروید. اجازه دهید تمامی افکار بیرون بروند و شروع به مشاهده دم و بازدم خود کنید. با هر دم و بازدم به خودتون اجازه بدید بدنتون آرامتر، راحتتر و در آرامش بیشتر باشد. در آرامش بیشتر باشد. حالا به آرامی عبارت معنوی را معرفی کنید و آن را در ذهنتون تکرار کنید و اجازه دهید به آسانی جریان پیدا کند. ام واردام ناما، ام واردانام ناما. من جهان را تغذیه می کنم و جهان من را تغذیه می کند. ام واردانام ناما. من جهان را تغذیه می کنم و جهان من را تغذیه می کند. ام واردانام ناما. من جهان را تغذیه می کنم و جهان من را تغذیه می کند. ام واردانام ناما. هرگاه از طریق افکار، احساسات در بدن یا سر و صداهای محیط اطراف دچار حواس پرتی شدید، به سادگی توجه خود را به تکرار ذهنی عبارت معنوی برگردانید. ام واردانام ناما. من جهان را تغذیه می کنم و جهان من را تغذیه می کند. ام واردانام ناما. لطفاً مراقبه خود را ادامه دهید. من زمان را در نظر می گیرم و در آخر شما می شنوید که زنگ ملایمی را به صدا در می آورم که نشان می دهد وقت آن رسیده که عبارت معنوی را آزاد کنید. ام واردانام ناما. من جهان را تغذیه می کنم و جهان من را تغذیه می کند. ام واردانام ناما. من جهان را تغذیه می کنم و جهان من را تغذیه می کند. ام واردانام ناما. و حالا در سکوت در ذهنتان تکرار کنید.
حالا عبارت معنوی را رها کنید، آگاهی خود را دوباره به بدن برگردانید. یک لحظه استراحت کنید، آرام و عمیق نفس بکشید. هنگامی که احساس می کنید آماده هستید، چشمهای خود را به آرامی باز کنید. همانطور که روز خود را ادامه می دهید، احساس عمیق شکرگزاری را با خودتون همراه داشته باشید و فکر اصلی امروز را به خود یادآوری کنید. امروز من به خودم یادآوری می کنم که شکرگزار باشم. امروز من به خودم یادآوری می کنم که شکرگزار باشم. امروز من به خودم یادآوری می کنم که شکرگزار باشم. شاد و پیروز باشم.